باش سب سوالات و خدا مهربانی مهربانی جناب بشار دوستم به نام خداوند بزرگ و بیاد شهدا بشار دوست مستقیم به سوال برین رئیس صاحب محترم من متعلم صنف اول نیستم که از معلم خود پرسان کنم که دو جمع دو چند میشه ای توهین به ما نکنید به ملت نکنید به مردم نکنید هر وکیل وظیفه خود میفهمه و موکلی که با من رأی داده امروز میخواهد که من صدای زور از اینجا منعکس بدم بسیار نه شما به من رأی ندادین و حتی من اشتباهی بزرگ مرتکب شدم نمیگم او را اجازه بدین اجازه بدین رئیس صاحب که ما امروز مسئله را طوری مطرح کنیم که هدف یک فرد نباشه هدف ما این نباشه که گزبک میزنیم یک تبار میزنیم یک پشتونه یک تاجیک یک وزیر میزنیم هدف ما این باشه که 6 میلیون افغان ما که در خارج امروز هست ازبک است پشتون است تاجیک است هزاره است نورستانی است تاتار است ایماق است درد از این حل شوه مشکل از این حل شوه آقای انوری یا ایکس و غیره برای من هیچ اهمیتی نداره نه برش رای دادم و نه هیچ وقت رای خواهم داد به هیچ وزیرش هم رای ندادم بنابراین اجازه بدین که من مسئله را اساسی مطرح کنم ای که بعضی ها میگه که این نفر فاسد است دیگران فاسد است بله اگر حکم شود که مست گیرن هر آنچه در دولت هست گیرن چی در ارگ چی در صدارت و چی در وزارت خانه و چی در پارلمان و چی در سنا و هر جای دیگه شما تصور میکنین مشکلی که ما داریم این است مشکلی که ما داریم اجازه سوال حق شماست توهین نکنید سوال سوال این همین سوال اینمی سوال است اجازه بدین که من مطرح کنم جناب بشردوست جناب بشردوست بشردوست سوالتان من با سوالتان سوال حقتان است توهین حقتان نیست اولین مشکلی که ما داریم اولین مشکلی که ما داریم که باید وزیر مهاجرین و دیگری را و من جمله ما مطرح می کردیم رئیس جمهور ما وزرای ما هیئت ما در خارج که سفر دارند به وزرایشان به رئیس جمهورشان به وکلایشان می گوید که در افغانستان امنیت است در افغانستان کار هست ما برای مهاجرینی که میاد جای داده می تانیم زمین داده می تانیم کار داده میتونیم این یک دروغ محض است بر اساس این تجزیه و تحلیل از زمان دکتر عبدالله اسپانتا زلمای رسول و وزرای قبلی که پیش از این بودند در وزارت مهاجرین با تمام کشورهای غربی رئیس موافقت نامه ها امضا شده تفاهم نامه ها امضا شده و حتی در اونجا نوشته که شما میتونین افغانایی که قانونی هست در افغانستان روان کنین به خاطری که در افغانستان ما کار داریم در افغانستان امنیت است وکلای محترم شما با شکم سیر امروز با ماش با موتر با خانه گرم درباره او مهاجرین قضاوت نکنید که او در خارج میره در کدام نقطه افغانستان امنیت است رئیس صاحب برای کدام بچه فاکولته طب که فارغ شده کار داده میتونیم نقطه نقطه مشخص است که مشخص است رئیس جمهور ما اجازه بدین مشخص در باره نمیش که رئیس جمهور ما معاونینش من جمله رئیس ولسی جرگه وکلایی که در خارج میرن با کشورهای غربی ملاقات دارن او کشورها نیاز داره به مهاجرین افغان ها نیست اما سیاپوست ها هست آمریکای لاتین است اونا به خاطر عدم تولد و تجدید نسل نیاز به کارگر دارن ما باید به اونها بگوییم که افغان های ما را قابلیت بدهین نه اینکه ما خیانت به افغان های خود میکنیم موافقت نامه و تعهد نامه امضا میکنیم جناب بشر دوست جناب بشر دوست مشخص به سوالتان پیش برین بشردوست اجازه بدین وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در استیزا امروز شامل اجندا است این سوال بوم رئیس محترم شما افغان هستین شما انسان از انسانیت حرف میزنید آیا خبر دارید کشورهای غربی فرانسه، آلمان، انگلستان، کانادا، یونان، سوئیس، سویدن حتی در یونان گروپ خاصی ساخته شده به نام شکار افغانها
به نام شکار افغان ها زن و اولاد ما را در سرک میزنن میکشن و تمام کشورها افغان را که در اینجا میاره در میدان هوایی روان میکنه مثلی معذرت میخوایم گوسفند دست و پای زور بسته میکنه. شما ندیدین به خاطر که دور هستین از این چیزا. دانش بسته میکنه. در تیاره یک افغان پیر ما بازن پیرش دست و پایش بسته بود، دانش بسته بود، سینه تنگی داشت، پای دست میزد، پلیس سویدن اجازه بده سری سینهش نشست، گفتی ما کار است، رئیس جمهوری ما، رئیس ولسی جرگه ما، وزیر مهاجر ما چی میکنه؟ دست بوسی اونا رو میکنه. ایران اجازه بده صاحب، ایران مکتوب رسمی نویده، اجازه بده صاحب، ایران مکتوب رسمی رئیس جمهوری صادر کرده که افغان ها اجازه بدین حق مکتب رفتن ندارن، مکتب های دولتی افغان ها حق خانه خریدن ندارن، افغان ها به جز کارهای کثافت جمع کردن و جوی پاک کردن دیگه حق ندارن، افغان ها به جز در 3-4 شهر در شهرهای دیگه زندگی نمی کنن. در پاکستان دستور داده شده که افغانی که میتونین بگیرین شما میتونین اینو بیارین. ما پرسان ما ایست که وزیر مهاجرین ما چی کرد وزیر مهاجرین ما بجز رفتن و پلاو چلاو خوردن و در هتل لوکس زندگی کردن و کرایه خرج گرفتن. وقتی رئیس جمهور میگه که در کشور ما امنیت است، مهاجرین ما برگرده برش کار میدم، چرا صدای خود بلند نمیکنه که رئیس جمهور صاحب در کجا کار است؟ در کجا امنیت است؟ یکی در اجازه بدین افغان ما اجازه مونده سوال است، یک دقیقه اجازه بده، یک دقیقه نیست، افغان ما را که اینجا میاره رئیس صاحب و وکیل صاحب با ماده چوکی گرم نشستیم، ما ماش داریم، خانه داریم، برای ما سلام میدن مردم، با ما توهین نمیکنن. شما یک روز یک لحظه در میدان هوایی برین که افغان را که اونجا دپورت میکنه وارد میکنه مثل پاکتی بسته از تیاره بیرون میدازه، برش میگه اینجی که وزیرت برای مهمان خانه میده، وزیرت برای پول سیکرت میده، وزیرت برای جای میده، وزیرت برای کار میده، اما وزارت خانه ما دروازش بروی اینا بسته است و یکی را نمیپذیره. اجازه بده سب ماده 81 قانون ماده 81 قانون اساسی رو من میخوام. تشکر 10 دقیقه وقت شما پورا شد. اصول وظایف داخلی برای سوال کننده 10 دقیقه وقت داده. اون ساعت 10 دقیقه. 10 دقیقه پورا شده. شما قطعا سوالتان را مطرح نمی‌کنید غیر از غالمغال اخلال جلسه. مستقیم سوال می‌کردین. ما هیچ مشکلی با 4 تن از اعضای محترمی که سوال خود مطرح کرد ما نداشتیم. هر زمانی که چانس صحبت برای شما داده شود بالاخره جلسه را به چالش می‌گیرین. تشکر. میرو بانی مشتیب وقت بتیم به وزیر سیب. مشتیب میرو بانی. وزیر سیب محترم میتونین به سوالات وکیل سبا جوابات دادن ارائه کنید. میرو بانی وزیر سیب. بشار دو سیب. اجازه بدین. مهربانی وزیر صاحب. ما بشار دوست ما به اساس اجازه میتین یا نه؟ ما به اساس مدارک و دایی که داخل همونطور گفته دیالوگ اجازه نیست. اصول وظایف داخلی گفته گوش بتین در پایان تصمیم تانه بگیرین. وقت آخر تصمیم بگیرین. بشار دوست بیشتر از این جلسه را اخلال نکنین. احترامی که به جناب شما دارم، تنها شما و ما نیستیم در این جلسه،
بالاخره 250 نفر 48 نفر در اینجا وکلا نماینده مردم است که در ارتباط اجنده گوش خود میده. اجازه بدین انصاف هم مهربانی عزیز صاحب، مهربانی عزیز صاحب، بفرمایید عزیز صاحب.